درود به شما هموطن و همیهن هم عزیز امروز هم با شما هستیم تا از جدیدترین اتفاقات ایران شما رو مطلع کنین فراموش نکنین که با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن کانال ما میتونین از این برنامه حمایت کنین همونجوری که میدونین داخل ایران اتفاقاتی در حال رخ دادنه ما نزدیک به یک پیروزی واقعی هستیم و همچنان نظام سرکوبگر داره تمام سعیش رو میکنه که با صدور احکام اعدام بتونه این اعتراضات رو سرکوب کنه اما مردم محکمتر از این حرفا هستن و همچنان تو خیابونا هستن و دست از اعتراضات و اعتصابات نمیکشن پس بهتره این حکومت جمهوری اسلامی این حکومت فاشیستی خودش رو جمع و جور کنه و هرچه چه بارش بارشو ببنده و بره فراموش نکنین این حکومت اصلاح پذیر نیست و باید سرنگون بشه و اما برای شروع این بخش از خبر بریم سراغ اتفاقات و اعتراضاتی که در ایران در حال رخ دادنه در استان خوزستان آتش مقدس انقلاب مردم ایران دفتر سازمان تبلیغات شیطانی در ایزه رو در بر گرفته انقلاب خروشان مردم قیور ایران هیچ قدرتی نمیتونه متوقفش کنه مثل یک طوفان سهمگین شده که در حال ویران کردن بسات دیکتاتور دجاله استان یست شعار نویسی جوانان انقلابی بر دیوار شهر به یاد مجید رضا رهنورد بیاین تمامی دیوارهای شهرهای خودمون رو از شعارهای ضد حکومتی رنگارنگ کنیم مردم باید با تمامی سلولهای خودشون انقلاب رو ببینن و حس کنن حتی اونایی که برای پاک کردن شعارها میفرستن پیروزی انقلاب قطعیه و بسیار نزدیکه پس فراموش نکنین شعار نویسی هم یکی از راههای اعتراضه اقدام جوانان انقلابی ایران به پخش اعلامیه به یاد زنده یاد مجید رهنورد این انقلابی تمام ایاره که همه مردم ایران تو اون حضور دارن و برای نابودی اختاپوس با هم متحد شدن تا ضمن پس گرفتن کشورشون جهان رو به آرامش برسونن و دیگه هیچ ترفندی نمیتونه این نیروی بزرگ و با انگیزه و هوشیار رو متوقف کنه و اما بریم سراغ قم مذهبی ترین شهر ایران اونجا هم بیکار نرش هستن مردم دلیر مردم ایران تو هر جای ایران که باشن دلیر هستن و شجاع و به این نتیجه رسیدن که باید این حکوم فشل فاشیستی رو نابودش کنن شعار نویسی جوانای انقلابی در قوم همچنان پابرجاست شب گذشته آتش خشم مردم ایران با یاد محسن شکاری خانه مزدوری رو در بر گرفت و مطمئن باشین باقی مزدورا هم حتما جزای کارشون و مزدوریشون رو میدن انقلاب خروشان مردم غیور ایران هیچ قدرتی نمیتونه متوقفش کنه فراموش نکنین و محکم و استوار به اعتراضات ادامه بدین در رامسر سادات شهر به آتش کشیدن بنر حکومتی جمهوری شیطانی توسط جوانان مبارز اتفاق افتاده با توجه به احکام اعدامی که پشت سر هم نظام جمهوری اسلامی در بیدادگاه های خودش داره صادر میکنه مردم به دنبال راه و روش های جدید اعتراضات هستن و حتما این راه و روش ها بیشتر جواب میده حتما راه و روش های جدیدتری مردم میتونن پیدا کنن برای اعتراضات پس همه با هم در کنار هم و اما میریم سراغ مشهد آتش خشم مردم ایران توسط جوانان انقلاب در انتقام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد فرمانداری شهر شاندیز رو هم در بر گرفت این آتش خشم مردم فرو نمیشینه جمهوری اسلامی این بار باید بیدار باشه که مردم هوشیار شدن مردم بیدار شدن وجدانشون بیدار شده و این دفعه شما رو به زیر میکشن با تمام قدرت و اما بریم سراغ استان گیلان مسدود کردن مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم چهلم شهید راه آزادی عرفان زمانی در سیاه کل مطمئن باشین این جنایت های رژیم جمهوری شیطانی بی تکرار میشه فقط با سرنگونی این رژیم خبیسه که در سریع ترین زمان ممکن میشه جلوی جنایاتش رو گرفت مردم قیور در استان کوکلو بای رحمدن بیکار ننشستن آتش انقلاب مردم ایران توسط جوانان مبارز به یک پایگاه مزدور بسیج در یاسوج هم رسید و تونستن اونجا رو نابود کنن پس جمهوری اسلامی منتظر باش که مردم از سراسر ایران حجوم میارن و دونه بدونتون رو به زیر میکشن و نابودتون میکنن در استان فارس هم آتش خشم مردم ایران توسط جوانان انقلابی باز هم یه پایگاه مزدور بسیج رو در فیروزآباد در بر گرفت و مطمئن باشین مطمئن باشین که این اتفاق در سراسر ایران خواهد افتاد این یک انقلاب تمام ایاره به دشمن تا دندون مسلح وحشی نمیشه رحم کرد اینا قاتلای محسا حدیث نیکا سارینا غزاله و هزاران شهید راه آزادی هستند پس ازشون نمیگذریم و انتقام خون جوونامون رو ازشون میگیریم و اما در استان کردستان ویدیویی از دانش آموزان مدرسه در مریوان تو روز گذشته که با شور و هیجان انقلابی شعار زن زندگی آزادی سر میدادند اینو ببینین <applause> این همون نسلیه که همه خوابهای طلایی رژیم شیطانی رو پریشان کرده خامنه ای خوب نگاه کن اینا همون ده نودگی هستن که به جان مزدورانت افتادن به جان خودت افتادن دیگه برات سلام فرمانده نمیخونن اونا میخوان تکه تکت کنن پس بساطتو جمع کن و از ایران برو ایران مال مردم ایرانه اقتصاد ایران رو به نابود شدنه و این فقط تو فقط با اعتصابات و تداوم اعتراضات میتونه امکان پذیر باشه وقتی هیچ راه درآمدی نداشته باشه سرنگون میشه این عکسو ببینین خبرگزاری ایرنا برای تیتر زدن از تاکتیک وانتی های چاقال فروش استفاده کرده یعنی عین این چاقال فروش ها که قیمت نیم کیلو چاقاله رو دروش روی مقوا می نویسن به جای نرخ سکه تمام قیمت نیم سکه رو به عنوان تیتر منتشر کرده دیگه آبرویی براش نمونده این نظام فشل و فاشیستی و اما مصطفی میرسلیم نماینده مجلس گفته فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی ها تا اعدام اونا بسیار زیاده این عوامل بعد در فاصله 5 یا ده روز بعد از دستگیری اعدام بشن این بیشرف تاکید کرده بنده قاطعانه از عملکرد قوه قضاییه در خصوص اتفاقات اخیر حمایت میکنم بیشرفی شما هیچ وقت فراموش نمیشه میرسلیم فقط یه سوال برام باقی مونده با اون پسر منافقت میخوای چی کار کنی؟ جواب مردم فردای پیروزی خواهند داد و اما همزمان با سیلی محکمی که چین و دلار و تورم به صورت جمهوری اسلامی زدن وارد کانال چهل هزار تومن شده دلار و این خیلی جالبه که حواستون باشه جمهوری اسلامی باید منتظر دلار چهل و پنج هزار تومنی هم باشه و حتما شکه نشه از این قضیه دلار اونقدر میره بالا تا توی نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشی و اما در پایان یادآور بشم که تقریبا هر روز شاهدیم که جمعیت زیادی از معترضین اعتراضات بدون وکیل دارن محاکمه میشن هر شبه روزانه حدود ده نفر زندانی برای رسیدگی داره پس کجا هستن اون وکلایی که اول کار کمپین میزدن که حاضرن رایگان وکالت بچه های کم سن و سال مردم رو بپذیرند چرا ما اینقدر تنها شدیم ما مردم ایران باید پشت هم باشیم لطفا وکلایی که الان داریم برنامه رو میبینین از مردم ایران از جوونا حمایت کنین و قبول کنین وکالتشونو خواهش میکنم تمام وکلایی که الان دارن این برنامه رو میبینن و صدای ما رو میشنون مردم ایران رو تنها نذارین و جوونا تنها نذارین پشت این جوون باشین و اجازه ندین که حکومت فشل جمهوری اسلامی این جوانای دست گلمون رو اعدام کنه فراموش نکنین که با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن کانال ما میتونین از این برنامه حمایت کنین به پایان این بخش خبری رسیدیم امیدوارم روزی شاهد رقص طلوع خورشید بر قله دماوند باشیم رقصی برای پیروزی دوستتون دارم تا درودی دیگر بدرود